سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین امروز با هم دیگه می‌خوام یه مثال دیگه از کاربرده اصل استقراط تو اثبات مسائل ریاضی رو حل بکنیم و تازه از این جلسه است که یه خورده با زیبایی های اعداد میخوام شما رو آشنا بکنم و کاربردشون در واقع تو زندگی واقعی خب چیزی که امروز میخوایم با استفاده از اصل استقرا ثابتش بکنیم یکی از خاصیت های یه دنباله خیلی معروف از اعداد طبیعی به اسم دنباله فیبوناچیه شاید شما توی درس های اسم این دنباله رو شنیده باشین چون همونطور که گفتم یه دنباله خیلی خیلی معروف از عدد طبیعه خب این دنباله چیه و چرا انقدر معروف شده؟ این دنباله جمله هاش به این صورت است. اولین جملهش یک دومی هم یک سومی از جمع دو جمله اول به دست میاد یعنی دو چهارمی باز از جمع دو جمله پیشش به دست میاد سه به همین ترتیب پنجمی از دو جمله جمع دو جمله قبلش میشه پنج و به همین ترتیب. یعنی اگه بخوایم صورت جمله انوم رو بنویسیم جمله انوم دنباله فیبوناچی از جمع جمله ان یکم و ان های دوم یعنی دو جمله قبلیش به دست میاد البته این به شرطی است که ان بزرگتر مساوی 3 باشه که ان های یک و نم نهای دو معنی داشته باشن جمله یک و دو که یک هستن خب حالا چرا اصلا اینقدر این دنباله مهم شده که یه اسم مختص به خودش داره یه تاریخچهی در واقع پشت این دنباله هست که من اینجا کوتاه براتون میگم یه حدود چندین قرن پیش بین های ایتالیایی یه مسابقه ای مطرح شد که گفتن فرض بکنید ما یه جفت خرگوش داریم بعد این جفت خرگوش وقتی به سن یک ماه... ماهگی میرسن شروع به زاد و ولد میکنن و هر ماه یه جفت خرگوش جدید به وجود میارن و اون جفت جدیدم وقتی به یه ماهگی برسن باز زاد و ولد میکنن و به همین ترتیب و فرض بکنید که این خرگوش ها هیچ وقت نمیمیرن سوال مسابقه این بوده که در پایان ماه انوم ما چند جفت خرگوش داریم یه بحث زیادی بین ریاضیدانه اون زمان در گرفت یه به اسم فیبوناچی این دنباله رو پیشنهاد کرد و گفتش که جمله انوم ای این دنباله تعداد خرگوشا در پایان ماه انوم رو به شما میده و دلیلش هم این بود که گفت ما که میدونیم ماه اول یه جفت خرگوش داریم ماه دوم اون جفت خرگوش هنوز به سن زاده ولد نرسیدن پس همون یه جفت خرگوش باقی موندن از ماه سوم به بعد هر بار تعداد خرگوشا در پایان اون ماه میشه جمع تعداد خرگوشایی که از اول داشتیم علاوه جمع تعداد خرگوش هایی که قبل اون ماه به سن زاد و ولد رسیدن یعنی جمع این دوتا چون به ازای اونایی که به سن زاد و ولد رسیدن یه جو خرگوش اضافه میشه دیگه پس جمع یک و یک دو و به همین ترتیب و این خب راه حل این مسئله بود خب تا الان که دیدیم که این دنباله داره مدل رشد خرگوش ها رو برای ما مدل میکنه و خیلی خب چیز خیلی عجیبی نبوده حالا چرا این دنباله انقدر معروف هست؟ دلیلش اینه که همینطور که این و تاریخ ریاضی پیشرفت میکرد کاربرد خیلی خیلی جالبی واسه دنباله فیبوناچی دانشمندان کشف کردن و دیدن نه تنها رشد خرگوش ها بلکه خیلی از رشد طبیعی دیگر رو توی طبیعت میشه توسط دنباله فیبوناچی مدل کرد مثلا اولین چیزی که به نظر دانشمندا رسید این بود که گفتن فرض کنید همچین مستطیل داریم اگه اینجا نگاه بکنید از این مربع کوچیکا شروع بکنیم این مربع کوچیکا از لایشون یکه یک و یک بعد این مربع کناری چون این زلش جمعه این دو زل این مربع خیلی کوچیکاست طول زلش دوه این پایینی دوباره مجموعه این یه خورده بزرگه با این کوچیک است یعنی سه این یکی دوباره مجموعه این سه و اون دو قبلیه یعنی پنج و به همین ترتیب این مربع و نسبت از دنباله فیبوناچی پیروی میکنه بعد گفتن اگه به ترتیب از این مربع کوچیکا شروع بکنیم این مارپیچ رو تشکیل بدیم این مارپیچ بعدا ثابت شد که چقدر خاصیت جالبی داره و چقدر توی طبیعت خودشون رو نشون میده مثلا همونطور که بهتون گفتم خیلی از رشدای طبیعی رو میشه توسط این دنباله مدل کرد مثلا این وسط گل آفتابگردونه یا این یه نوع کاکتوس یا این صدف دریاییه میبینید که چجوری اجزای این گیاهان یا این بالاخره حیوانات با نسبت های فیبوناچی روش کردن و این مارپیچ فیبوناچی درون در هر کدوم از اینا دیده میشه تو طبیعت و این خب خیلی جالب بود چون خاصیت های طبیعی یک عالم شکل و فرم در طبیعت و توسط این دنباله میتونستن مدل بکنن بعدها که دانشمندا بیشتر دقت کردن دیدن نه تنها توی رشد های طبیعی و چیزایی که تو طبیعت دیده میشه بلکه قرنها قبل از اینکه اصلا راجع به تاریخ ریاضی این چیزا بدونن چیزایی که انسان ساخته هم از این نسبت پیروی میکنه یه جوری انگار نسبت های فیبوناچی یه چیزی بوده که به چشم از قدیم هم قشنگ میومده و بدون اینکه اصلا راجع به ریاضیش بدونن مثلا اینجا میبینید که نقاشی معروف مونالیزا چجوری نسبت اجزای صورت این خانم از مارپیچ فیبوناچی پیروی میکنه یا مثلا یه ساختمون یه خیلی قدیمی توی آتن که میبینید که چطور اجزا و در و پنجره ها و ستون هاش داخل این مستطیل فیبوناچی فیت میشه و چقدر به چشم متناسب و زیبا میاد خب حالا که یه خورده با اهمیت دنبال فیبوناچی آشنا شدین امیدوارم که انگیزتون بیشتر شده باشه واسه اینکه مثال این جلسه رو با هم دنبال بکنیم صورت مثال این دفعه چی هست؟ ما میخوایم همونطور که گفتم یه خاصیتی از دنباله فیبوناچی رو اثبات بکنیم. اون خاصیت این هست. فرض کنید به ما گفته میشه که ثابت کنید برای دنباله فیبوناچی که جمع توان دوی تمام جمله ها از جمله یکم تا جمله مثلا n همیشه از این فرمول پیروی میکنه. برابر هست با FN زبدر در F n به یک خب حالا میخوایم ما این حکم رو توسط اصل استقرا ثابت بکنیم کاری که همیشه میکنیم چیه؟ همونطور که میدونین از پایه استقرا ما میایم شروع میکنیم پایه استقرا پایه استقرا این هست که ما میایم حکم رو برای حالت خیلی پایه ای یعنی مثلا اینکه n مساوی یک باشه درستیش رو بررسی کنیم اگه n مساوی یک باشه f یک به توان دو باید برابر باشه با طبق این باید برابر باشه با f 1 ضرب در f یک بالا با یک یا دو ببینیم این درست هست یا نه f F1 که یک هست یک به توان دو آیا برابر هست با یک ضرب در جمله دوم یک یعنی همون یک بله درستی پایه استقرا بدیهی هستش خب حالا قدم بعدی اینه که فرض استقرار رو تشکیل میدیم فرض میکنیم که این خاصیت برای عدد دلخواه و طبیعی n فرض میکنیم این خاصیت برقراره و همیشه بهتون گفتم که اون خاصیت رو اینجا صورتشون رو بنویسید باز کنید و بنویسید خیلی کمک میکنه به مرحله بعدی پس اگه فرض کنیم برای n برقراره یعنی این برقرار هست دیگه این صورتی که اینجا نوشتم قدم بعدی حکم استقراره ما اگه بتونیم ثابت بکنیم با استفاده از فرض استقرار که میگه برای عدد دلخواه n ما این رابطه داریم اگه بتونیم ثابت کنیم برای عدد n به علاوه یک هم این فرمول صادق هست در اون صورت مسئله حل شده خب بیایم صورت یعنی n به علاوه یک رو جاگذاری بکنیم اینجا ببینیم به چه صورت میشه اگه n به علاوه یک رو جایگذاری کنیم در واقع صورت اون خاصیت به این شکل در میاد باید برابر بر باشه با FN n به یک ضرب در f n اگه ما بتونیم این رو ثابت بکنیم اون وقت مسئله حل هست و گفتم بهتون که برای اثبات حکم استقرار همیشه بیان از فرض استقرار شروع بکنید خب الان این چیزی که میخوایم اثبات بکنیم طرف چپش با فرض استقرار چه فرقی داره یه افن به به توان دو اضافه شده بهش دیگه درسته پس ما هم خوبه که بیایم به دو طرف فرض استقرار یه افن به به توان دو اضافه بکنیم ببینیم به چی میرسیم f1 به توان دو به علاوه اف دو به توان دو به علاوه تا fn رو که داشتیم توی فرض یه fn به علاوه یک رو به دو طرف داریم اضافه میکنیم ببینیم چی میشه به علاوه یک به علاوه ی. fn به علاوه یک به تواندون خب طرف چپ این تصاوی که مثل طرف چپ همون همون هست پس تا اینجا خوب پیش رفتیم فقط کافی ثابت کنیم که این دو طرف راست هم با همدیگه برابره خب بیایم یه ذره با این بازی بکنیم یه ذره فاکتور گیری کنیم هر کار میتونیم بکنیم ببینیم میتونیم به فرم حکم درش بیاریم یا نه خب اینجا فرض کنید من بیام از fn n یک فاکتور بگیرم قبول دارید که یه دونه FN n میمونه به دونه هم FN 1 میمونه اینجا این از این. حالا باز میایم به سی دقت میکنیم میگیم که مگه اصلا چیز فیبونات چی قانونش این نبود که FN به علاوه FN به علاوه یک یعنی هر دو جمله جمع بشن جمله بعدی رو میسازن درسته این اصلا قانون کلی فیبوناچی بود نگاه کنید هر جمله از جمع دو جمله قبلیش به دست میاد پس این fn علاوه fn علاوه جمله بعدی یعنی fn علاوه دو رو میسازن این خاصیت دوماله فیبوناچیه خب خیلی جالب شد دیگه چون الان طرف چپ تصافه که همون طرف چپ حکمه طرف راستش هم با یه خورده بازی کردن با این رسونیم به همون طرف راستی که میخواستیم پس ثابت شد حکم استقرا و این نشون میده که برای هر عدد طبیعه N این خاصیت در دنباله فیبوناچی برقرار هست این هم از مثال امروزمون امیدوارم که از این کلاس درس خوشیتون اومده باشه تو جلسه بعدی میبینم اتون.